بیانیه استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا. محکومیت دفن مخفیانه پیکرهای شهیدان اشرف 14 فوریه 2014. در تلاشی برای پنهان کردن شواهد موجود، ماها پس از ارتکاب جنایت هولناک توسط حکومت عراق، پیکرهای 52 تن به طور مخفیانه دفن شدند. این یک عمل وحشیانه و باور نکردنی است که در سطح بین المللی باید محکوم شود و دادگاه جنایی بین المللی باید نوری مالکی را به دلیل نقش واضح وی در این جنایات متهم کند. اعلام ناگهانی دفن مخفیانه پیکرهای 52 تن که در اشرف در اول سپتامبر توسط نیروهای امنیتی عراقی به قتل رسیده بودند یک بی‌حرمتی نفرت آور دیگر است. این عمل جنایتکارانه و بزدلانه جنایات نازی ها را تداعی می کند. تیم های سوات ارتش عراق به طرز وحشیانه 52 زن و مرد را در حالی که دست های بسیاری از آنها را از پشت بسته بودند در کمپ اشرف اعدام کردند. زخمی هایی که برای مداوا به کلینیک مراجعه کرده بودند را در حالی که روی تخت بیمارستان کمپ بودند به قتل رساندند. 7 تن دیگر شامل 6 زن را ربودند و تا کنون خبری از آنها به دست نیامده است. علی‌رغم شواهد و عکس های متعددی که در آن نیروهای اونیفورم پوشیده عراقی پناهندگان غیر مسلح را به قتل رساندند، دولت عراق هر گونه دخالت در این حمله را تکذیب می کند. یونامی که به صورت روزانه با بازماندگان این قتل عام در کمپ لیبرتی در تماس است، مسئولیت بازگرداندن پیکرها به خانواده های آنها برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین مناسب را به عهده گرفته بود. یونامی همچنین برای شناسایی سلاح‌های استفاده شده توسط قاتلان، خواهان کالبد شکافی کامل و مستقل پیکرها گردید. اما در تلاشی برای پنهان کردن شواهد موجود، ماها پس از ارتکاب این جنایت هولناک توسط دولت عراق، پیکرها به طور مخفیانه دفن شدند و خانواده ها را از این حق ابتدایی خود برای مراسم تدفین محروم کردند. این یک عمل وحشیانه و باور نکردنی است که در سطح بین المللی باید محکوم شود و دادگاه جنایی بین المللی نیز باید نوری مالکی را به دلیل نقش واضح وی در این جنایات متهم کند. متاسفانه واکنش ضعیف ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبت به قتل عام در اشرف، نوری مالکی و اربابانش در ایران را جریتر می کند. مالکی و سرسپردگان او باید به دادگاه های بین المللی برده شوند. من به خانواده ها و دوستان این 52 شهید، به 2900 پناهندهی که در کمپ لیبرتی هستند و به خانم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران تسلیت می گویم. استرون استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا.